سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه دوره فلکس باکس در خدمتون هستم. جلسه قبل ما در رابطه جاستیفای کانتنت صحبت کردیم، این جلسه میخوام بریم در رابطه با یه ویژگی دیگه فلکس صحبت کنیم به نام الاین آیتم. بچه الاین آیتمز دقیقا مثل جاستیفای کانتنت، فقط فرقش اینه که جاستیفای کانتنت در جهت مین اکسیس یا محور اصلیمون کار میکنه، الاین آیتم در جهت محور فرعی یا کراس اکسیس کار میکنه. بریم مثالش رو با هم بزنیم و مطلب جا بیفته. خب من این توضیحات اینجا بنویسم. خب میام اینجا، اول این دوتا تگ HR اینجا بذاریم که این دوتا با هم فاصله بخوره. خب Align Items، خب نکتهش هم بذاریم. میگیم که align items work on cross axis، خب در جهت دقیقا چیز کار میکنه، محور فرعی و محور متقاطع کار میکنه. اما بریم سراغ آپشناش. بچه حالت مختلفی داره، حالتش هم اکثرا بچه شبیه جاستیفای کانتنت با یه تفاوت هایی. بریم از پس همین رو من فعلا کپی میکنم، حالا دونه دونه حتی عوضش میکنیم. من فعلا مقالش رو خالی میذارم، بعدا پرش میکنیم. اوکی خب بریم سراغ حالت مختلفش. اول بریم سراغ حالت پیشورزش به نظرم بچه ها. خب پیشفرضش رو فکر کنم حالت استرچ میشه. حالا بریم ببینیم. خب من حالت پیشفرض میستم استرچ، اگه نبود حالا میم درستش میکنم. استرچ یارج افتاد استرچ. خب حالت پیشفرض میشه استرچ. میام اینجا، اینجا سفر کانتنت رو بلنم برمیدارم، اینم برمیدارم. خب این از این. خب می‌نویسم align items stretch. تغییری نکرد بچه، می‌بینید stretch چیکار میکنه؟ میاد در جهت کراس، اینجا جهت کراسمون چیه بچه ها؟ مین اکسیسمون افقی، کراس میشه عمودی. میاد المان ها رو در جهت عمودی هر چقدر فضا هست بهشون میده. یعنی که بچه کل فضا عمودی رو بهشون داده. این حالت پیشفرضه. اوکی بریم حالت بعدی، فلکس استارت. فلکس استارت این حالت بعدیه. یا کنید بچه ها از بالا، از استارت میشه از بالا شروع میکنه میاد پایین، تمام المان ها رو بالا میچینه. خب اوکی بریم بعدی، فلکس اند. فلکس اند مشخصه، فلکس استارت همه رو آورد بالا، فلکس اند همه رو میاره پایین. اوکی بعدیش سنتر، چقدر هم چیزه بدهد بخوری این سنترش بچه. میاد در جهت عمودی، اینجا در جهت کراس امروز رو وسط چین میکنه بچه. نگاه کنید همینجا یه نکته، اگه شما خواستید عنصری رو توی یه دونه دقیقا یه فضایی وسط بذارین، یعنی هم لحاظ عمودی هم لحاظ افقی وسط باشه، فقط کافیه بچه ها بیاد اینجا، بذار من بنویسم اینو، فقط کافیه یه جاستیفای کانتنت سنتر هم بهش بدید میاد وسط. حالا همین کار اگه میخواد بدون فلکس انجام بدید خیلی درد سر داره، با فلوت و اینجور چیزا بچه بخواد انجام بدید. اوکی خب بریم سراغ ویژگی بعدی بچه. بچه معمولا جاستیفای کانتنت رو با الاین آیتم با هم استفاده میکنن که کار قشنگی میشه باش کرد. حالا ما میریم چند تا مثال خواهیم زد. بریم بریم دیگه چی داره بچه. اینو دیدیم، استرش رو دیدیم، اینو دیدیم، اینو دیدیم. بیسلاین چیه؟ فرق خیلی با فلکس استارت نداره به نظرم. آره نه. هیچ. بس بچه همین چند تاست.
همین چهار حالت رو داره بچه. این دوتا دیگه پاک کنم. استرچ، فلکس استارت، فلکس اند و سنتر. به صورت پیش فرضم استرچ بچه. اوکی. خب ببین چند تا با جاستیفای کانتنت با هم استفاده کنیم چجوری میشه. جاستیفای کانتنت مثلا من میگم در جهت افقی مثلا باشه اسپیس بیتوین، این باشه سنتر. بریم ببینیم بچه نیا کنید اینجوری میشه. اسپیس ایونلی بذاریم اینجوری میشه. این عنصر میان وسط، فضا بینشون خالی تقسیم میشه بینشون. خیلی هم عالی. خب خب بریم بسید چیزش هم ببینیم. میتونید رو بچه فلکسش رو بکنید در حقیقت کالم که ببینیم ایلان آیتم در جهت افقی این دفعه میچینه بچه. نیا کنید من رو بکنم فلکس استار در جهت افقی میاد این ور. در حقیقت کلاس اکسیز الان میشه افقی بچه. نیا اند یکی دیگه هم داشت استرچ. نیا کنید در جهت افقی کل فضا رو میده به عناصر. اوکی اینا هستیم. خیلی خب خیلی خب بچه فکر کنم کافی باشه. بریم بیام جلسه میخوام راجع به صحبت کنیم که چجوری خود این عناصر تکی تو صفحه چیده ماشن بچه هم. الان بچه من الان آیتم رو میدم کل اینا با همدیگه جاشون مشخص میشه. یعنی مثلا من اینو میگم سنتر کل عناصر میام وسط. حالا میخوام جلسه بعدی راجع به این صحبت بکنیم خب که چجوری مثلا میگم من یه همچین چیزی میخوام درست کنم بچه. جلسه بعدی میخوام راجع به این صحبت کنیم چجوری من میتونم یه خود این المان‌ها رو خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن کجا باشن. یعنی فرضا من الان گفتم مثلا جاستیفای کانتنت باشه اسپیس ایونلی، الان آیتم باشه سنتر. مثلا المان اول میگه من دوستان بیام این بالا، دوم میگه من دوستان بیام پایین. مثلا چجوری این کار بکنیم؟ یعنی آیا امکان وجود داره که تک المان رو چیدمان کنیم؟ جلسه بعدی میخوام راجع به این صحبت کنیم. یا سینگل المنت الاین آیتم میخوام راجع به این صحبت کنیم جلسه بعد. فعلا خلاص.